تنها انگیزه دلخوشی و چیزی که سبب شده زنده بمانیم چشم دوختن به دادخواهی من شده. تناقض در توضیحات، پنهانکاری و فشار بر بازماندگان. یک سال پس از شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین، گزارشگر سازمان ملل مقام‌های حکومت ایران را به دروغگویی و نقض حقوق بشر متهم کرد. با گزارشگر ویژه سازمان ملل که این گزارش را تهیه کرده صحبت می‌کنیم. در ادامه برنامه امشب، ادامه ناآرامی در بخشی از سیستان و بلوچستان دو روز بعد از تیراندازی مرگبار ماموران به سوختبران. مولوی عبدالحمید خواهان خیشتنداری معترضان و پیگیری بی‌طرفانه مسئولان شد. اعتراض فعالان مدنی به یک پروژه معدنی در جنگل‌های شمال ایران. صدور مجوز استخراج سرب نزدیک یک منطقه حفاظت شده صدای مردم محل را هم درآورد. دل به یاری سپردم که از او دیده نتوان گرفتن دمی. و بازخوانی نغمه عشق، تصنیف کمتر شنیده شده ای از غلام حسین بنان، 35 سال پس از درگذشت استاد آواز ایران. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. بیش از یک سال از شلیک دو موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن 176 سرنشین آن می‌گذرد. حالا گزارشگر ویژه سازمان ملل برای قتل‌های فراقانونی در گزارشی مفصل گفته که در توضیحات مقام‌های جمهوری اسلامی تناقض‌های زیادی وجود دارد. اگنس کالامار حکومت ایران را به دروغگویی درباره نحوه سرنگونی این هواپیما متهم کرده و گفته تا زمانی که پاسخگو نباشند تردید درباره عمدی بودن حمله به هواپیما سر جایش باقی است. پارسال بعد از چند روز پنهانکاری و تنها پس از فشار جامعه جهانی، سپاه پاسداران اقرار کرد که این هواپیما با موشک‌های سپاه ساقط شده و گفت که علت آن خطای انسانی بوده. مقام‌های قضایی ایران تا به حال گزارشی از نحوه رسیدگی به این پرونده و محاکمه مقصران ندادند، ولی چند نفر را به دلیل اعتراض به این حادثه و نقش و عملکرد سپاه به زندان محکوم کردند. در این 60 دقیقه از گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نتیجه تحقیقاتش می‌پرسیم. اول گزارشی ببینیم از مریم افشنگ. بیش از یک سال است فریاد می‌زنند دادخواهی خانواده‌های 176 سرنشین هواپیمای اوکراین، پروازی که سرنگونیش با شلیک دو موشک سپاه پاسداران زندگی را از عزیزانشان گرفت. تنها انگیزه دلخوشی و چیزی که سبب شده زنده بمانیم چشم دوختن به دادخواهی من شده. این دادخواهی هم حقیه که هیچ کس نمیتونه از ما بگیره. حالا در گزارشی 45 صفحه‌ای، اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراغذایی و خودسرانه، حکومت ایران را در توضیحاتش درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین به دروغگویی متهم کرده. خانم کالامار گفته توضیحات طرف ایرانی مملو از تناقض است که با واقعیت‌ها و ارزیابی‌های فنی بسیاری از کارشناسان مغایرت دارد. او به خودداری مقامات جمهوری اسلامی از پاسخگویی اشاره می‌کند و می‌گوید ایران نتوانسته توضیح دهد که نیروی نظامیش چطور چنین اشتباه بزرگی مرتکب شده. خانم کالامار از نابود شدن بعضی از مدارک، از جمله اجازه غارت محل سرقوت و از بین بردن شواهد با بولدوزر گفته.
عدم اثبات عمدی نبودن شلیک دو موشک به هواپیما نکته دیگر این گزارش است. تهدید خانواده‌ها به تحویل ندادن بقایای عزیزانشان، دخالت در روند خاکسپاری، آزار و اذیت خانواده‌ها از جمله تهدید به مرگ و نقض به شدت فاحش حق زندگی از دیگر موارد ذکر شده در این گزارش است. در پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که موضوع سانحه هواپیمای اوکراین در حیطه صلاحیت و مأموریت اگنس کالامار نیست. مباحث مطرح شده نشان می‌دهد اطلاعاتی که در اختیار او قرار گرفته اطلاعاتی مخدوش آمیخته به اشتباهات متعدد، جهت‌دار و نامرتبط بوده و بر این اساس بدون ارائه هر گونه ادله و شواهد معتبر اتهاماتی به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شده. این هم بیانیه خانواده‌های جانباختگان در رابطه با گزارش سازمان ملل است که در بخشی از آن آمده یک بار دیگر یک نهاد بین‌المللی معتبر این گمانه را تقویت کرد که حمله موشکی به هواپیما عمدی بوده است. مادران و پدران و خانواده‌های داغدار ده‌ها سوال دارند که بعد از یک سال هنوز بی جواب مانده. در پرتنش‌ترین شرایط جنگی شما چرا حریم هوایی را نبستید؟ علت استقرار یک پدافند مستقل از شبکه یک پارچه اونم بین دو تا فرودگاه اطراف تهران چی بوده؟ مسئولیت به قتل رسیدن 176 انسان بیگناه به عهده شماست. چرا تا بار استعفا ندادید؟ طرف‌ها رو دعوت به حالا سخنگوی وزارت خارجه ایران وعده انتشار گزارش فنی سانحه و کیفرخواست متهمان را داده که قرار است تا پایان امسال یعنی حداکثر 3 هفته دیگر منتشر شود. گزارشی که سعید خطیبزاده میگوید چند صد صفحه است و دقیق و جامع. گزارشی که معلوم نیست قرار است مرهمی باشد بر داغ خانواده‌های عزادار یا نمکی باشد بر زخم آنها. مریم افشنگ، بی بی سی. اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قتل‌های فراقانونی از نیویورک با ماست. خانم کالامار، شنیدیم سرفصل گزارش 45 صفحه شما رو. به نظر شما بزرگترین دستاورد و نتیجه تحقیقاتتون چه بود؟ ببینید، یافته اصلی من وقتی که تنظیم می کردم این بود که مقامات ایران نتونستن حفاظت بکنن از زندگی سرنشینان اون هواپیما به اشکال مختلف. اولین و مهمترینش این بود که فرودگاه رو نبستن در زمانی که آمریکا و ایران دچار یک تنش بسیار بزرگی بودند. بستن فرودگاه منطقی ترین قدمی بود که میتونستن بردارن، ولی این کارو نکردن. دوم، ارتباط درست برقرار نکردن بین نیروهای مسلح در میدان و هواپیماهای غیر نظامی و مسافربری که مشغول فعالیت بودند. اگر این کار انجام شد مؤثر نبود. سوم از همه، مقامات ایران نرفتند به دنبال تحقیق این ماجرا. یعنی برای 3 روز اونها وانمود کردند که یک آتش و نقص فنی باعث سقوط هواپیما شد و بعد هم رفتند به اون محل ارتکاب جرم و سعی کردند با بولتوزر نشانه ها و مدارک رو امها بکنن و اجازه ندن که خانواده های قربانیان به اون محل ارتکاب جرم بیاد. و همینطور تحقیقاتی که ایرانی ها کردن، اونجور که من در گزارشم گفتم، نارسایی های زیادی داشت، تناقضات زیادی داشت به لحاظ فنی. مضاف بر همه اینها، مقامات ایرانی خانواده های قربانیان رو مورد اذیت و آزار قرار دادند و اجازه ندادند که اونها در این پروسه مشارکت کنند. و پنجم این بودش که مقامات ایران احترام نذاشتند به خواسته های خانواده های قربانیان. و بالاخره این که مقامات ایران با دستگیری های خودسرانه و استفاده از زور به مقابله با ایرانیانی برخواستند که به خیابان ها رفتند و خواستار پاسخگویی از حکومت شدند. اینها موارد متعدد نقض حقوق بشر هستند که حکومت ایران مسئولشه. آیا در تحقیقاتتون تونستید به این نتیجه برسید که اونطوری که عده‌ای از خانواده های قربانیان معتقدند این حمله عمدی بوده یا نه؟
خیر، من این به این نتیجه نرسیدم. من به مدارک و نشانه های کافی دست پیدا نکردم که بخوام مقامات ایرانی رو متهم بکنم که عمدن یک هواپیمای مسافرپری رو هدف قرار دادن. اون چه که من دارم در گزارش خودم میگم اینه که توضیحاتی که مقامات ایران دادن انقدر ضد و نقیض هست، انقدر نارساست و انقدر موارد مختلفی داره که با هم منافات داره، طبیعی است که خیلی ها این سوال رو بپرسن که آیا حمله عمدی بوده یا نه. من این وظیفه رو به مقامات ایرانی، بر دوش مقامات ایرانی گذاشتم که تمام شواهد لازم رو ارائه بدن که نشون بده اونها عمدی این هواپیما رو هدف قرار ندادند. شما گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی هستید. با توجه به مسئولیتی که شما دارید، آیا میشه نتیجه گرفت که مقام‌های سازمان ملل این گمان رو میبرند که قتل عمد بوده کشته شدن این مسافران؟ نه، نمیتونید شما به چنین نتیجه گیری برسید. چرا؟ اینکه اول از همه به عنوان یک نماینده ویژه سازمان ملل من یک بازرس مستقل هستم. من توسط جامعه بین الملل این وظیفه به هم محول شده که برم به دنبال کشتارهای فراقانونی، ولی من سخنگوی سازمان ملل نیستم. همونطور که من به شما گفتم، من شواهد کافی رو پیدا نکردم که بخوام مقامات ایران رو متهم بکنن که عمدن یک هواپیمای مسافربری رو هدف قرار دارن. اون چه که من دارم میگم، اونها از جان سرنشینان هواپیما به اشکال مختلف حفاظت نکردند و اشتباهات اونا انقدر وخیم بوده که شکل مجرمانه داره و بنابراین نقض حق حیات شمرده میشه. مقام های ایران امروز در واکنش به گزارش شما گفتند که تنظیم کردن چنین گزارشی در حیطه اختیارات شما نیست و اطلاعاتی که به شما داده شده مخدوشه. واکنش شما چیه؟ اطلاعاتی که به من داده شده بیشتر از همه اطلاعاتی هستش که خود مقامات ایران در گزارش‌هایی که تاکنون منتشر کردند در اختیار افکار رو می‌گذاشتند. دوم از همه من یک نامه نوشتم به مقامات ایران و در اونجا یک سری مواردی رو ذکر کردم. دو ماه پیش مثلا من خودم نگفته بودم که هر حرفی که من زدم درسته. اون چه که من گفتم تا الان یافته های من اینه و از مقامات ایران خواستم که بر اساس اون یافته های من بتونن کمکم کنن که من یا یافته هامو رد بکنم یا تایید کنم. اونها 60 روز وقت و شکل این کار رو بکنن، ولی این کار رو نکردن. بنابراین گام منطقی بعدی برای من این هست که یافته های من در اون نامه هایی که مقامات ایران نوشتم به قوت خودشون، به اعتبار خودشون باقیه، مگر اینکه مقامات ایران بتونن شواهد لازم رو ارائه بدن که نشون بده از هر آنچه در توان داشتند استفاده کردن تا جلوی کشته شدن و سرنشین هواپیما رو بگیرن، ولی این کارو نکردن. خانم کالامارت، خانواده قربانیان چه ابزارهای حقوقی در دست دارند؟ آیا امکان این رو دارند که به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت ببرند از جمهوری اسلامی؟ جستجوی بسیار طولانی برای عدالت خواهد بود. بله، من فکر می‌کنم اونا می‌تونن به محکمه‌های بین‌المللی فکر بکنند. من فکر میکنم که اونها میتونن که در جاهایی که زندگی میکنن، مثلا کانادا، برن به دادگاه های اون کشورها در جستجوی عدالت برای عزیزان خودشون. ولی من فکر بکنم نکته کلیدی در این مرحله این هست که ما تأکید بکنیم کشورهای زیرربط، یعنی اول از همه کانادا و بعد اوکراین، اونها همچنان فشار رو بر روی ایران نگه دارند تا مقامات ایران هر اطلاعاتی که دارند رو در اختیار اونها قرار بدن. تا الان همونطور گفتم موارد تناقض در گفته‌های ایرانیان زیاد هست. الان خیلی مهم هست که کانادا و اوکراین همچنان
از مقامات ایران این اطلاعات رو مطالبه کند. دوم از همه بسیار مهم هست که مقامات کانادایی و اوکراینی مقامات ایران رو به پاسخگویی بطلبند. جامعه بین الملل مقامات ایران رو به پاسخگویی بطلبه. تا الان فشاری که الان وجود داره روی کسانی الان قرار گرفته، فشارها روی کسانی که اون موشک رو به طرف هواپیما شلیک کردن، به نظر من اصلا اونها تقصیر بسیار کمی دارن. باید به تصمیم گیران اصلی و موافقهای اونها نگاه بکنیم. اون چه که ما بعد از ایران انتظار داشته باشیم این هست که ببینیم اسامی اون کسانی که تصمیم گرفتن فرودگاه بسته نشه کیا بودن، برای اینکه اون یک تصمیم مجرمانه بوده. ما اسامی اون مقاماتی رو می‌خوایم که اون راه‌های ارتباط بین نیروهای مسلح و فرودگاه رو برقرار نکردند. ما باید بفهمیم در این سلسله مراتب فرماندهی و تصمیم گیری چرا تمام اون گام‌هایی که باید برداشته بشه برای جلوگیری از این فاجعه برداشته نشده. اشخاصی هستن در مقامات بالای حکومت، در سپاه و همینطور در دولت که باید پاسخگو باشند ولی هنوز نبودند. متشکرم اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قتل‌های فراوانی. در ادامه اعتراض‌ها به تیراندازی مرگبار دو روز پیش به سوختبران در منطقه مرزی بمپشت شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران، امروز فضای بعضی از شهرهای بلوچ نشین امنیتی بود. همچنین در پی فراخوان اعتصاب بعضی از مغازه‌ها و بازارها تعطیل شدند. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ضمن دعوت به آرامش و خویشتنداری خطاب به مسئولان گفته که باید به حادثه روز دوشنبه بی‌طرفانه رسیدگی شود. فریناسمی گزارش می‌دهد. اکنون تیراندازی در شهرک شهر محمدآباد. شلیک هوایی در شهر شورو در محمدآباد. امروز فضا در سراوان ملتهب و امنیتی بود. فلکه کوثر. این هم حضور محسوس نیروهای امنیتی در خیابانها. اعتراض مردم به کشته شدن سوختبران در این شهر ادامه دارد. معترضان وارد اینجا بخشداری کرین شدند. خیلی ها هم در مقابل پایگاه سپاه تجمع کردند. این هم تصویری از ورود مردم محلی به پاسگاه پلیس است و تخریب آن توسط مردم محلی. در مقابل این ویدیو از ورود نیروهای تکاور مرزبانی یا مرساد به منطقه کرین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. بعضی از مغازه‌دارها در اعتراض به خشونت پلیس اعتصاب کردند. اینجا در میدان 22 بهمن چابهار. این هم تصاویری است که از اعتصاب در زاهدان به دست ما رسیده. اختلال در اینترنت اطلاع رسانی از این مناطق را سخت کرده، اما سرپرست فرمانداری سراوان اوضاع و شرایط را در این منطقه عادی و بدور از مشکل توصیف کرده. جاده کرین زاهدان امروز بسته بود. رفت آمد ماشین‌ها و اتوبوس‌ها در سیستان و بلوچستان به سختی انجام می‌شد. ماجرا از روز دوشنبه شروع شد. تیراندازی نیروهای امنیتی به رانندگان و سوختبران. افرادی که چند روز پشت گذرگاه‌های مرزی سراوان گیر افتاده بودند و به آنها اجازه عبور داده نمی‌شد. ماجرایی که به گفته نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سیستان و بلوچستان موجب مرگ دست کم 10 نفر و زخمی شدن عده دیگر شد که زندگیشان در این استان محروم از راه سوختبری می‌چرخد. بعضی از منابع محلی از کشته شدن 37 نفر خبر دادند. هرچند استانداری گفته که 2 نفر کشته شدند و 6 نفر زخمی. 10 نفر شناسایی شدن با خانواده های بعضی از این 10 نفر، اسامیشون هم مشخص شده. با خانواده بعضی از اونها هم صحبت کردیم و ازشون خواستیم که در مصاحبه های علنی شرکت کنن، ولی خب به خاطر جو امنیتی و به خاطر ترس از اینکه مورد تعقیب نیروهای امنیتی قرار بگیرن یا بازخواست بشن حاضر نشدند که گفتگوی انجام بدن. درخواست همیشه تقاضا کنین همه مردم عزیز. این هم صدای مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان است که معترضان را به خویشتنداری و آرامش دعوت کرده.
تجربه سالان طولانی من نشون میده که مردم میدونن که مولانا عبدالحمید مورد فشار هست از طرف حاکمیت که این حرفا رو بزنه، در صورتی که خود مولانا و خود علمای اهل سنت و معتمدین مردم بلوچ میدونن که جمهوری رویه جمهوری اسلامی همیشه اینگونه بوده که با خشونت و با یک نگاه امنیتی و غیر خودی با مردم بلوچ برخورد کرده. اگرچه اون چه که در سراوان اتفاق افتاد بقیده من یک جنایتی برتر و بالاتر از وقایع قبلی بوده. دخالت سپاه در طرح‌های اقتصادی و امنیتی سیستان و بلوچستان از جمله طرح رزاق در سال‌های اخیر تنش در این منطقه را بالا برده. نمونه‌اش هم درگیری اخیر در این منطقه. طرح رزاق مشمول ساکنانی می‌شود که تا شعاع 20 کیلومتری مرز زندگی می‌کنند. هدف از این طرح هم ایجاد جایگاه‌های رسمی سوخت است. طرحی که به گفته مقامات برای جلوگیری از قاچاق سوخت و سودرسانی به مرزنشینان است. اما منتقدان میگویند سپاه میخواهد از این طریق انحصار فروش سوخت را در آنجا به دست بگیرد و همین به تبعیض در این استان محروم دامن میزند. فرین عاصمی، بی بی سی. در ایران دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید این نهاد تا آخر اسفند نظرش را درباره دو لایحه مرتبط با FATF اعلام میکند. دولت میگوید تصویب نشدن این لایحه خود تحریمی است و اگر مشکلی به دلیل تصویب نشدنشان پیش بیاید مجمع مقصر است. امروز 5 عضو کابینه در جلسه یک کمیسیون مجمع شرکت کردند تا درباره این دو لایحه به اعضای این نهاد توضیح بدهند. ایران از یک سال پیش دوباره به طور کامل در فهرست سیاه FATF قرار گرفته. اگه تاجدین گزارش میدهد. این تصویری است که کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF از خودش ارائه میکند. نهادی بین دولتی که برای تعیین استانداردهای قانونی لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شده و قوانین داخلی کشورها را در این باره ارزیابی میکند. یک سال پیش FATF تصمیم گرفت که به دلیل عمل نکردن ایران به وعده هایش از جمله درباره پیوستن به دو کنوانسیون بین المللی این کشور را حوزه پرخطر برای نظام مالی بین المللی اعلام کند و ایران را دوباره در اصطلاحاً لیست سیاهش قرار دهد. از دو سال پیش لوایح پیوستن به دو کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT و نیز مبارزه با جرایم سازمان یافته فرامرزی معروف به پالرمو پس از تصویب در مجلس و مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده. امروز چند عضو کابینه از جمله وزیران خارجه، اقتصاد و نفت به نمایندگی از دولت به جلسه کمیسیون مشترک این نهاد رفتند تا اعضای آن را قانع کنند که تصویب این لوایح و پیوستن به دو کنوانسیون به مصلحت کشور است. دولت میگوید نپیوستن به این کنوانسیون ها خود تحریمی است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران امروز گفت بعد از رفع تحریم نباید یک خود تحریمی داشته باشیم تا مانع رابطه بانکیمان شود. پالرمو و CFT در دنیا یک روال عادی است و غیر از چند کشور تمام کشورهای دنیا به آنها پیوستند. آنقدر لوایح FATF را مسئله مهمی برای آینده رابطه خارجی و بانکی می دانیم که حاضریم همه جوره وقت بگذاریم تا زودتر مجمع به تصمیم برسد. چشم همه مردم به مجمع است تا یک تصمیمی بگیرد که بعدها اگر مشکل پیش آمد خودش پاسخگو باشد. FATF از بانک ها و مؤسسات مالی می خواهد که تک تک نقل و انتقال های مالی از کشورهای پرخطر را با دقت بیشتری بررسی کنند. چیزی که میتواند باعث خودداری شبکه بانکی جهان از کار کردن با نهادها و شرکت‌های ایرانی یا دست کم بالا رفتن هزینه تراکنش‌ها شود. ولی اصولگرایان منتقد دولت ایران معتقدند که پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بیفایده است. شما ادعاتون اینه که ما برای اینکه مراودات بانکیمون راحت بشه، آزاد بشه، در نبود تحریم و اینم دارن اخیراً اعتراف دارن می‌کنن، ما باید به این دو تا کنوانسیون بپیوندیم. سوال ازشون میکنیم، میگیم آقا شما دارید به اینا میپیوندید که از لیست سیاه FATF اصطلاحاً خارج شید دیگه. کره شمالی هم به CFT پیوسته دوستان، هم به پالرمو پیوسته، همچنان در لیست سیاهه. واقعیت این است که عامل اصلی فشار اقتصادی بین المللی به ایران تحریم های آمریکاست و نه حضورش در لیست سیاه FATF.
عمل کردن به توصیه های این نهاد یا خودداری از این کار بیشتر از هر چیز یک پیام سیاسی دارد. اینکه ایران به دنبال مذاکره و حل اختلافاتش است یا مقاومت و نبرد با جامعه بین المللی. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. در ادامه پاماد درباره آینده برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی به دنبال حفظ برجام است، اما اول آمریکا باید تحریم ها را لغو کند. در مقابل آمریکا میگوید که ایران هنوز به درخواست رسمی برای مذاکره جوابی نداده. همزمان گروهی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا از رئیس جمهوری این کشور خواستند تا تحریم های ایران را لغو نکند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. ما 7 تا کشور بودیم. آنطور که حسن روحانی از گره برجام و مذاکره با دولت جدید آمریکا حرف می‌زند، مسئله از نظر او یک دو تا چارتای ساده است. آمریکا تحریم‌ها را لغو کند، همه چیز درست می‌شود. دولت جدید آمریکا عملیات تروریستی اقتصادی رو متوقف کنه فوراً. این وقتی این کار رو کرد، به نظر من راه باز میشه، این کلید راهه. راه باز میشه، در اتاقم باز میشه، صندلی هم سر جاش میاد، با هم هم میشینیم، حرف هم میزنیم، صحبت هم میکنیم، مشکل ما نداریم. اینا همه که البته مذاکره بدون شرط هم نیست. بر برجام حرف میزنیم، بر برجام حاضر نیستیم حرف بزنیم. شما اگه میخواید راجع به برجام دو تا ماده اضافه کنید، دو تا ماده کم کنید، نه خیر، این خبرها نیست. برای طرف مقابل اما مسئله رنگ و رویی به کلی متفاوت دارد. اگه ایران به اجرای کامل برجام برگرده، آمریکا هم آماده است که همین کار رو بکنه. این اقدام ضروریه ولی کافی نیست. کافی نیست چون از اونجا ما میخوایم برجام رو طولانی تر و مستحکم تر کنیم. ما علاقمندیم که مذاکرات ادامه پیدا کنه و موضوعات دیگه مربوط به فعالیت‌های مخرب ایران از جمله موشک‌های بالستیک هم بررسی بشه. از به قدرت رسیدن جو بایدن بیش از یک ماه گذشته و او به رغم تغییرات معنادار سیاست خارجی کشورش در مسئله ایران همچنان مسیری محتاطانه تر پی گرفته. ضمن اینکه لغو تحریم ایران در واشنگتن مخالفانی جدی دارد. از جمله جمهوری خواهان کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا که دیروز در نامه‌ای به جو بایدن مخالفتشان را با لغو هر گونه تحریم ایران به گوشش رساندند. هر تصمیمی از سوی دولت بایدن که از تحریم ایران بکاهد یک اشتباه تاریخی خواهد بود و کمکی است به کشوری خطرناک و غیر قابل پیش بینی که همواره تهدیدی فوری برای دموکراسی و امنیت ملی آمریکایی ها هستند. تحت هیچ شرایطی ما نمی توانیم به ایران اجازه بدهیم که سلاح هسته‌ای بسازد. ما عاجزانه درخواست می کنیم که لغو تحریم ها را بازنگری کنید. همزمان کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز کماکان پرسش‌های جدی درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌کنند و به نوشته خبرگزاری رویترز هنوز پاسخی به پرسش‌هایشان درباره دو سایتی که پارسال بازرسی کردند دریافت نکردند. آژانس می‌گوید که آزمایش‌های بازرسان نشان می‌دهد در این سایت‌ها مواد رادیواکتیو وجود داشته و بعد از 18 ماه ایران جوابی قانع کننده درباره این موضوع ارائه نکرده. وضعیتی که از سوی آژانس نگران کننده توصیف شده. آن هم در زمانی که ایران روز به روز محدودیت‌های برجامی بیشتری را نادیده می‌گیرد و به گفته آژانس بیش از 17 کیلو اورانیوم با خلوص 20% ذخیره کرده. کیوان حسینی، بی بی سی. ماتیو برادسکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه استراتژی بین‌المللی گلد از واشنگتن دی سی با ماست. آقای برادسکی، خوش آمدید به برنامه. علت درخواست بخشی از نمایندگان جمهوری خواه از آقای بایدن برای عدم لغو تحریم ها چیه؟ دلیل روشنش اینه که ایالات متحده الان اهرام بسیار قوی علیه ایران داره. یکی از مشکلاتی که زمان دولت اوباما به وجود آمد این بود که ما تمام پولی رو که میتونستیم ندیم به حکومت ایران دادیم به امید اینکه اونها بتونن به توافق هسته‌ای عمل بکنن که نکردن. حالا موضع نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا این هست که ما نباید در ازای هیچ به ایران امتیاز بدیم، مخصوصا الان
که متوجه شدیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای که شاید اشکال نظامی داشته باشه وجود داره که حکومت ایران اعلام نکرده و همینطور تأسیساتی که بالای 20% دارن اورانیوم رو در این تأسیسات غنی میکنند. همه اینها دلیل بر این میشه که ایالات متحده نباید تسلیم باج‌خواهی هسته‌ای بشه، بلکه برعکس باید بر حکومت ایران فشار بیشتری بذاره. ولی میبینیم که به هر حال ایران هم پیش شرط گذاشته و گفته که تا زمان ادامه این تحریم ها تن به مذاکره نخواهد داد. درسته. بنابراین ایالات متحده آمریکا باید به لحاظ اقتصادی حکومت ایران رو خرد کنه، همونقدر که حکومت ایران میخواد بگه که بله ما پول احتیاج داریم که بتونیم به جنگ بحران کرونا بریم، این حرف رو میزنن، ولی از طرف دیگه دارن امکانات خودشون رو میفرستن که حکومت‌های خودکامه در آمریکای لاتین مثل ونزوئلا رو تقویت بکنیم. از طرف دیگه میبینیم که اونقدر پول دارن که بتونن اورانیوم رو در حدی غنی بکنن که باش بتونن بمب اتم بسازن. برای همین من فکر نمی‌کنم مشکل مقامات ایران پوله، مشکل مقامات ایران اولویته و اینکه اولویت نمیدن به شهروندان خودشون و به مردم خودشون، اون رو اولویت نمیدن، اولویت بیشتر رو به فعالیت‌های هسته‌ای میدن و به فعالیت‌های تروریستی در سطح منطقه. ولی همزمان می‌بینیم که بعضی از کشورها اعلام آماده‌ای کردن که بخشی از دارایی‌های ایران رو آزاد بکنن و بهش پس بدن. اساساً ادامه تحریم‌های آمریکا اگر که این دارایی‌ها آزاد بشه آیا معنی داره؟ معنیش این هست که ایالات متحده داره در این مورد اجازه میده که مثلا در این مورد خاص کره جنوبی بیاد به سپاه پاسداران یک پیروزی رو دو دستی تقدیم کنه، برای اینکه سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه های اقتصادی ایران نفوذ و قدرت دارند. خیلی شرکت ها و نهادهای سوری درست میکنند تا بتونن پول هایی رو که مبادله میکنند پنهان بکنند. این راه اونها برای دور زدن تحریم هاست. چرا؟ برای که ما اجازه بهشون میدیم که بتونن از این پول ها برای مصارف بشر دوستان استفاده بکنند. اما حالا اگه قرار 1 میلیارد دلار از 7 میلیارد دارایی مسدود شده در کره جنوبی رو که قرار آزاد بشه، ما میدونیم این پول رو اینها برمی‌دارن و به مانند گذشته ازش استفاده میکنن و بدتر از این پیامی رو به حکومت ایران و به سپاه پاسداران میده که اگر شما همچنان مثلا دست به گروگانگیری بزنین، شهروندانی که تابعیت دوگانه دارن رو به گروگان بگیرید، زندانی بکنید یا کشتی‌های خارجی مثلا کشتی‌های کره جنوبی رو توقیف بکنید، میتونید از ما امتیاز بیشتری بگیرید. برای همین به نظر من خیلی مهم هستش که ما تسلیم این گونه باج‌خواهی نشیم، بلکه عزممون رو راسخ نگه داریم. به هر حال ایران هم میگه که این پول متعلق به ایرانه. شما فکر می‌کنید که پولی که متعلق به حکومت ایرانه نباید بهش باز پس داده بشه؟ اول از همه محدودیت هایی که و تحریم هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده مربوط به تروریسم بوده، مربوط به حقوق بشر بوده و مربوط به موشکاش بوده. اگه به یاد داشته باشین بخش از اون اشتباه فاجعه آمیزی که اسمش برجام هست و باراک اوباما اون رو با ایران منعقد کرد، خودشون دارن میگن به هیچ مسئله نپرداخته به جز مسئله هسته‌ای ایران. ولی تحریمایی که ما نمیجا باید صحبت میکنیم تحریم هایی هستن که مربوط به حقوق بشر، مربوط به موشک ها و مربوط به فعالیت تروریستی ایرانه. بنابراین این تحریم ها اصلا نباید تحت تاثیر مسائل دیگه که مربوط به بحث هسته‌ای هست قرار بگیرند. از همین جهت میدونید حکومت ایران همیشه داره سعی میکنه این بازی عجیب رو ادامه بده. من فکر نمیکنم که واقعا از حرفهای مقامات ایران واقعا چیز زیادی دستگیر اون میشه. هر سال که میگذره خیلی روشنتر میشه که مقامات ایران همیشه از همون اول میخواستن که سلاح هسته‌ای داشته باشن، هنوز هم میخواستن سلاح هسته‌ای داشته باشن و الان میبینیم که حتی دیگه دروغ هم راجع به این نمیگن.
همونطور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خیلی از گزارش‌های اطلاعاتی هم داره تایید می‌کنه که فعالیت‌های هسته‌ای ایران جنبه نظامی هم می‌تونسته داشته. متشکرم. ماتیو برادسکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه استراتژی بین‌المللی گلد. یک سال قبل در چنین روزی اولین مورد ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شد. در طول این یک سال وزارت صحت عامه بیش از 55,000 مورد ابتلا به کرونا در این کشور گزارش کرده و گفته که نزدیک به 3,000 نفر هم بر اثر این ویروس جان باختند. هرچند گفته میشه که شمار واقعی بسیار بیشتر از این هاست. حالا این وزارتخانه تزریق 500,000 دوز واکسن هندی را از دیروز در سراسر این کشور شروع کرده. نسرین نوا نگاهی کرده به یک سال زندگی مردم این کشور در سایه کرونا. سوغات مهاجران و مسافران افغان از ایران، زمستان پارسال، موجی از بازگشت مهاجران افغان در پی شیوع ویروس کرونا در ایران ویروس را به اینجا کشاند. هرات، شهر غربی افغانستان. اولین مورد مثبت همینجا شناسایی شد، مسافری که از شهر قم برگشته بود. آنچه که باعث شد سریعاً مرزهای کشور با ایران بسته شود و در هرات وضعیت اضطراری اعلام شود. پس از آن مقام‌ها در ولایت شمالی سمنگان از دومین واقعه کرونا خبر دادند. اولین مورد مرگ هم در همسایگی آن بلخ گزارش شد. در پی آن مراسم نوروز در بلخ دیار مولا علی ملغا اعلام شد و به تدریج زندگی روزمره مردم با تغییرات باور نکردنی روبرو شد. محدودیت تردد در شهرها و مرزها از سوی دولت اعمال شد و ورود مسافران در میدان هوایی کابل هم کنترل. پایتخت برای دست کم 3 ماه قرنطینه شد. ادارات دولتی با حداقل کارمند و فقط به کارهای اضطراری پرداختند. مدارس و دانشگاه‌ها شروع سال جدید درسی را عقب انداختند. تمام تجمعات عمومی ممنوع اعلام شد. سالن‌های عروسی و ورزشگاه‌ها بسته شدند. در خیابان‌ها پلیس رفت و آمد را نظارت می‌کرد. هرچند مردم آنچنان که باید رعایت نکردند و دید و بازدیدهای عیدی شمار مبتلایان را بالا برد. با سیر سعودی این ویروس نگرانی از کمبود آزمایش و امکانات هم بالا گرفت. مراجعین آزمایشگاه ها بیشتر از ظرفیت شد. شبیه تخت بیمارستان هایی که نگهدار مبتلایان بود. کمک های جهانی دست وزارت صحت را گرفت و در ظرف چند ماه آزمایشگاه های بیشتری در ولایات گوناگون ساخته شد. از صفر به نزدیک 20 آزمایشگاه. با این حال بسیاری به دلیل نبود امکانات مثل آزمایش و کپسول اکسیژن و یا اعتماد در خانه با این ویروس جنگیدند. شماری هم دست به دامن داروهای دستساز و گیاهی. اعتقادهای دینی هم پای شماری را به حکیم و ملا رساند با این باور که کرونا ویروس کفار است. ویروس کرونا عذاب برای کفار، اخطار و تنبیه برای فساق و فجار. مردم با انتقاد از عدم رسیدگی به مراجعان دولت را تحت فشار قرار دادند. بسیاری هم وزارت صحت را به پنهانکاری در ارائه آمار مرگ و مبتلایان متهم کردند. هرچند دولت بارها این اتهام را رد کرد، اما تحقیقی از سوی وزارت صحت 7 ماه پیش نشان داد آمار واقعی چندین برابر بیشتر از آمار رسمی بوده. بیش از 10 میلیون مبتلا. تابستان اوج شیوع کرونا تقریبا بیشتر فضای مجازی پر شد از خبرهای مرگ و مریضی. غم نان اما کمتر از جان نبود. دروازه تجارت‌های خرد و بزرگ بسیاری مسدود شد. شماری از کارمندان بیکار شدند و کسب کاران در غم نان فرزند در خانه دوام نیاوردند. ما 7 نفر نانخور هستیم، مگر ما از خاطر کرونا قرنطینه شویم با دشوار مشکل نانخور وی نان اجاره کی میدهم. دولت با طرح دسترخوان ملی میزبان کوتاه مدت ملت شد. اول با توزیع چند کیلو گندم که شکایت از مقدار و کیفیت آن کم نبود و بعد با توزیع نان به خانواده های نیازمند. این طرح با مخالفت مجلس نمایندگان و انتقاد مردم روبرو شد. اداره بازرس هم بعدها گفت فساد گسترده‌ای در مصارف کرونا از جمله توزیع کمک صورت گرفته و بیش از 200 مقام و کارمند به اتهام فساد به دادستانی معرفی شدند.
نگرانی از فساد در مسائل مربوط به کرونا هنوز تمام نشده. با شروع استفاده از 500 هزار دوز واکسنی که دولت هند کمک کرده، نگرانی تازه‌ای از تطبیق منصفانه آن شکل گرفته. در کنار هند و وعده کمک چین، 16 میلیون دوز واکسن کوواکس هم در جریان فصل بهار قرار است به افغانستان برسد. امیدی که شبیه دردش برای همه جهان مشترک است. نسر نوا، بی بی سی، کابل. ساکنان یک روستای نزدیک به گلستان اگر جنگل‌های استان مازندران ایران به صدور مجوز اکتشاف یک معدن غیرفعال سربروی در حاشیه این منطقه حفاظت شده اعتراض کردند. فعالان مدنی هم با آنها همراهی کرده و گفتند که این مجوز بدون استعلام از اداره منابع طبیعی صادر شده. مقام‌های صنعتی می‌گویند استخراج و حمل و نقل سربروی در این منطقه حساس جای نگرانی ندارد، اما معترضان می‌گویند که این کار اگر درست مدیریت نشود برای سلامت مردم و طبیعت بسیار خطرناک است. سیاوش عادلان گزارش می‌دهد. بنده یکی از ساکنین روستای ناصرآباد هستم. این معترضان عده‌ای از اهالی روستای ناصرآباد در مازندران هستند. آنها نگران شروع به کار یک معدنی هستند که ده‌ها سال از غیر فعال بوده، اما قرار است به زودی سرب و روی استخراج کند. مجوز این معدن بدون تایید اداره منابع طبیعی صادر شده، اما از حمایت مسئولان دولتی و محلی برخوردار است، از جمله سعید یزدانی فرماندار نوشهر که چنین گفته: مردم نگران آن هستند که برداشت‌های صورت گرفته به باغات سیاه‌ریشه و کشاورزی آن در آینده صدمه بزند. با آنکه حرف مردم درست است، اما نباید از فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط معدن چشم‌پوشی کرد و فعالیت معدن سرب در منطقه سبب درآمدزایی و رونق اقتصادی می‌شود. معدنکاری یکی از راه‌های بی‌دردسرتر دولت برای کسب درآمدهای ارزی در این دوران تحریم است. برخورداری ایران از معادن غنی از جمله سرب و روی یک منبع قابل اتکای درآمد است، اما کمبود امکانات پیشرفته و سوء مدیریت اجازه نداده ایران از معادن خود بیشترین بهره را ببرد. اما همین مقدار بهره برداری ها به خاطر همان سوء مدیریت ها به بهای سنگینی تمام شده. مردم روستای ناصرآباد خوشحال نیستند. آنها در مورد طرح احداث و مرمت جاده‌ای شنیدند که قرار است رفت آمد خودروهای سنگین و حمل و نقل مواد خطرناکی مثل سرب و روی را از دل جنگل‌ها ممکن کند. طرفداران این معدنکاری از جمله شرکت سرمایه‌گذاری قدیر که مجری طرح است میگویند هیچ مشکلی پیش نمی‌آید، چون روستای ناصرآباد با مناطق حفاظت شده که حیات وحش این منطقه در آن زندگی می‌کند فاصله دارد. این تصاویر که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد منطقه حفاظت شده در این نقطه مورد مناقشه چقدر غنی و متکثر است. کارشناسان محیط زیست که این منطقه را می‌شناسند می‌گویند فعالیت معدن سرب ضررهای جبران ناپذیری دارد. محمد درویش فعال محیط زیست: یادمون باشه که هیرکانی یکی از قدیمی‌ترین رویشگاه‌های جهانه و اصولاً با توجه به اینکه اخیراً مورد توجه یونسکو هم قرار گرفت و ما تونستیم اونجا رو ثبت میراث طبیعی بکنیم، باید از هر نوع فعالیت معدنی در این خط باریک تولید کننده اکسیژن و ترسیب کربن در کشورمون جلوگیری بکنیم. بخشی که داره فعالیت معدنی توش انجام میگیره در قسمت در واقع قشلاقی زمستان گذرانی حیات وحش منطقه است و این حرف که اصلا ربطی به منطقه گلستانک نداره کاملا غلطه. معدن سرب و روی به شدت جزو معادن آلوده کننده محیط زیسته که تا صدها سال اثراتش میتونه روی طبیعت باقی بمونه. چشمه اصلی منطقه ناصرآباد 250 لیتر در ثانیه است و این چشمه یکی از مهمترین منابع تاب‌آوری منطقه و آبیاری در واقع باغات منطقه و حیات وحش منطقه است و متاسفانه این فعالیت معدنی میتونه به شدت اونجا رو از بین ببره. ایران معادن سرب و روی فراوان دارد و مثل کشورهایی از جمله چین و آفریقای جنوبی به خاطر استخراج این دو ماده سنگین سلامت مردم و طبیعتش را به خطر انداخته. با این تفاوت که درآمدهای ایران از سرب و روی بسیار اندک است.
هادی کیادلیری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی: سالانه حدود 700 هزار هکتار از منابع طبیعی به عنوان محدوده اکتشاف معادن در کشور در نظر گرفته می شود. این میزان از موافقت با اکتشاف و فعالیت معادن، حجم بسیار بالای تخریب را به کل کشور وارد می کند، در حالی که درآمد حاصل از فعالیت‌های معدنی بسیار نازل است. از خطرات سرب اطلاع نداره. این تصاویری است از اعتراض چند سال پیش مردم زنجان به فعالیت‌های مخرب صنایع سرب و روی که این استان را به یک قطب اقتصادی بدل کرد، ولی با هزینه‌های فراوان برای سلامتی مردم. ایران در زیر فشار تحریم‌ها با دست و پای شکسته‌ای به اسم سوء مدیریت به بهره برداری از معادنش چشم دوخته. اما به مانند حکایت کشاورزی و صنایع نفتی، معدن هم به شمشیری دولبه تبدیل شده که امروز لبه تیز آن متوجه روستاییان ناصرآباد است. سیاوش اردلان، بی بی سی. برنامه 37 درجه امشب که بلافاصله بعد از 60 دقیقه پخش میشه، اختصاص داره به موضوع لکنت. به این سوال‌ها جواب میدیم که لکنت چیه و از زبان افرادی که لکنت دارن میشنویم که اطرافیان چطور باید با لکنت مثل یک تفاوت گفتاری برخورد بکنند. شقایق در این ویدیو به برنامه 37 درجه گفته سخت در این موقعیت‌هایی که روزانه در اون قرار میگیره چیه؟ موقعیت‌هایی که قراره که یهو یه کلمه رو بگم، مثل تاکسی سوار شدن. اصلا انقدر سخته چون یهو گیر می‌کنی، بعد تاکسی وای ساده. من نگات می‌کنم بعدتون مثلا. بعد هی چش تو چش نگاه کنی تا بتونی بگی. تو جمع حرف زدن که فکر می‌کنم اصلا برای همه سخته. برای همه که نه، برای بیشتر آدما سخته. استرس در نهایت هست تو جمع زیاد. دیگه تلفن حرف زدم با کسی که غریبه است، مثلا غذا سفارش دادن، یهو ممکنه که گیر کنم، بعد طرف میکنه قطع میکنه. گفتار درمانی در چه سنی باید انجام بشه تا لکنت به طور کامل درمان بشه و اصولا لکنت چقدر شایع؟ لکنت تقریبا 5% کودکان زیر سن 6 سال رو درگیر میکنه، ولی همه این 5% تا آخر این لکنت رو ادامه نمیدن. بنابراین از هر 5 بچه‌ای که این مرحله رو در واقع نشون میدن، 4 خود به خود خوب میشن. 1% نیاز پیدا میکنن مداخله گفتار درمانی روشون صورت بگیره. پسرها 4 دخترها دچار این مشکل میشن و کمتر هم بهبود خود به خود پیدا میکنن. بنابراین اگر فرزند ما پسر هست، باید یه مقدار جدی بگیریم، و اگر دختر هست ولی 6 از لکنتش گذشته و خوب نشده، باید جدی بگیریم. این دختری که بیشتر از 6 طول بکشه، دیگه باید نگران باشیم که خود به خود خوب نخواهد شد. برنامه 37 درجه رو بعد از همین 60 دقیقه حتما ببینید. اما 8 اسفند 35 سالگرد درگذشت غلام حسین بنان، استاد آواز ایرانه. مسعود یکتا خواننده ایرانی به تازگی اثری از غلام حسین بنان رو بازخوانی کرده که اون رو کمتر شنیدیم. بخشی از این اجرا رو ببینیم، بعد درباره داستان این تصنیف صحبت میکنیم. دل به یاری سپردم که از او دیده نتوان گرفتن دمی، تازه روی که در باغ دل رسته چون شاخه مریمی. موسیقی
آتشی که زد بر جانم آن پری خرمی بود و مستی، بوسه ای که بگرفتم از لعل او زندگی بود و هستی. در نگاه چشم زیبای او در صدای گرم و گیرای او در سکوت مست و بویای او خفت راز دل ربایی و افسونگری. مزدا انصاری تنظیم کننده این اثر از تهران با ماست. آقای انصاری خوش آمدید به برنامه. ابتدا بیشتر درباره این تصنیف به ما بگید، چی شد که اصلا رفتید سراغش؟ خدمت شما و بینندگان عزیز بی بی سی. حقیقت تصنیف توسط دوست عزیز فقیدم شادروان کاوه دیلمی چند سال پیش در روی نوار کاست در یک اجرای خصوصی از استاد بنان به همراه باز پیانوی شازروان منوچهر میکرده به دست من رسید که خب خیلی تصنیف زیبایی بود و نظرم جلب کرد و خیلی دنبال اصل اجرای اون توی گلها یا توی رادیو گشتم که تا همین الان هم که در خدمتتون هستم هنوز پیدا نکردم و هنوز کنجکاوم که واقعا اصل اجرای اصلیش رو در رادیو بشنوم. و خب اثر بسیار زیبایی بود و من خیلی آرزو داشتم که اینو تنظیم مجددی بکنم که خب توسط دوست عزیزم آقای دیلمی اجرا بشه که این متاسفانه نشد و تا مون تو این چند سال به چندین سال بود من آرزوی تنظیم این اثر رو داشتم تا خوشبختانه خب آقای یکتا از دوستان عزیز من هست و یکی از نعماتی که در دوستی نصیب من شده به عنوان یک خواننده خوب و یک دوست خوب و خواننده توانمند با همراهکاری ایشون و دوستان عزیز هنرمندی که حالا اسامیشون رو چون وقت برنامه اجازه تو خود تیتراژ این اثر هست و من کل کار تیمی این اثر رو با هم همکاری کردیم و هم بازنویسی کردم و یک تغییراتی تو مقدمش دادم و این اثر به ثبت رسید که یادگاری از استاد بنانه که در آستانه 35 سال در گذشته این استاد تقدیم بینندگان شما شد. از ویژگی های استاد بنان بگید، چه چیزی او رو متفاوت میکرد از بسیاری از هم نسلانش؟ ببینین بدون شک در اینو من با جرأت میتونم همینجا اعلام کنم که در قله خانش ترانه در موسیقی ایرانی در آقایان استاد بنان و در خانمها شادروان هایده سرآمد تمام خوانندگان ما هستند. به خصوص حالا در راجع به استاد بنان که داریم صحبت میکنیم، ویژگی ایشون خب تسلطشون بر شعر و درک صحیحشون از شعر، تسلطشون بر تکنیک های آوازی و به کارگیری صحیح اونها نه زیاد، یعنی تمام به کارگیری درست تحریرها، به کارگیری درست قلدها و به جا و موزیکالیته بسیار قوی، نوانس بسیار خوب و به قول مردشون استاد بنان صداشون رو می ساختن و صداشون رو بسیار درست می ساختن، صوت ساختگی بسیار دقیقی رو ارائه می دادن و متناسب با اون تصنیف و اون کار بسیار خوب از عهده این کار برمی اومدن و این تسلط ایشون بر تمام این مباحث خب باعث شده بود که ایشون همتایی در تصنیف خوانی نداشته باشه، یعنی به جرات میدم با اختلاف خیلی زیاد بود بقیه آقایانی که تصنیف میخونن استاد بنان خیلی سرآمد. درباره اجرایی که پیشتر دیدیم بیشتر بگید، به نظر می اومد که یک اجرای خصوصی باشه. این در یک محیط خصوصی ضبط شد ولی خب این یه ضبط حرفه‌ای شد که توسط دوست عزیز آقای حقیقی خب ضبط شد و دوستان نوازنده هم که لطف کردن کوارتتش رو با من اجرا کردن و چون من به شخصه به موسیقی مجلسی به قطعات موسیقی آنسامبل های کوچیک و گروه های کوچیک علاقه مندم، اینو برای کوارتت ذهی و پیانو نوشتم و آواز خب رکورد کردیم و بعد یک فیلم برداری هم که توسط دوست آقای هاشمی نسب انجام شد که ویدیویی شد که تایید کردیم تا جایی که بشه استانداردهای واقعا یک ویدیو و یک موزیک ویدیو داشته باشه و واقعا بتونیم واقعا ادای دینی به موسیقی ایران بکنیم و
بدونیم که واقعا نسبت به این اثر زیبا واقعا جای کاری رو در خورش در جایی که سواد من اجازه میده بتونیم ارائه بدیم. متشکرم. بسیار هم دیدنی شده. مزدا انصاری تنظیم کننده این اثر از تهران با ما. بخش دیگری از این ترانه رو با هم ببینیم و بشنویم. خنده اش ز دل می برد غم و می سراید آتشی نغمه عشق و شادی می دمد به تن جان تازه و می زداید زنگ ناکامی و نمرادی می پرستم ز جانش که جان می کشد دامنم سوی او دل ز مهرش نگیرم که دل آشنا گشته با خوی او چون که باشد ز جان کی پسندت در آزارم تا با بدغم گسارم جز به یادش نبندم امید زن که پیوند جان است بی وجودش مرا زندگی به به. با این ترانه به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در صفحه یوتیوبمون ببینید. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.